درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید علی خامنه ای در مصلای تهران به مناسبت عید فطر با اشاره به حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق گفت وقتی که به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینه که به خاک ما حمله کنند اسرائیل اشتباه کرد و باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد البته اونجا کسی نبود که بهش بگه خود جمهوری اسلامی در حمله به خاک کشورها سابقه طولانی داره اما گزارش های مبنی بر تدارک حمله مقدماتی اسرائیل به ایران منتشر شده شاید اسرائیل ابتدا قصد حمله به ایران رو داره اولین حمله برنامه های حمله ایران رو مختل میکنه اما یک جنگ منطقه تمام عیار رو آغاز میکنه برخورد هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته این در شرایطیه که همچنان رژیم جمهوری اسلامی در شوک از رژیم اسده یادمون بمونه که سیاست شطرنج شاه که پشتش کوهی از ایرانیان باشه جواب میده با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد وزیر امور خارجه جمهوری اشغالی اسلامی بدون استقبال مقامات رسمی سوری وارد دمشق شد و اعضای سفارت وقتی که دیدن هیچ یک از مقامات سوری و تیم استقبالی از طرف دولت سوریه نیومده خودشون دست به کار شدن و یه گروه با کت و شلوار ردیف کردن تا یک مراسم استقبال آبرومند برگزار بشه رژیم اسرائیل تنبیه خواهد شد اگر یادتون باشه همان زمان همه گفتن که اسد باید بره فقط چند نفر بودن که گفتم باید بمونه و ماند او ماند تا در قدنامه اتحادیه عرب علیه جزایر سگانه و تمامیت ارضی ایران مشارکت کنه او ماند تا بسات روز قدس در سوریه رو برای همیشه جمع کنه اومان تا اطلاعات دقیق سربازان کشورمون رو در اختیار دشمنان قرار بده تا به ما بفهمونه که فقط برای حفظ حاکمیت خودش به جمهوری اسلامی نیاز داره و اگر قرار باشه سوریه به پایگاهی برای حمله ایران به دشمنانش تبدیل بشه سرنوشتی مشابه شهید رزیم موسوی، زاهدی و دیگر فرماندهان ایرانی در انتظار بقیه خواهد بود و غیره درسته که اسد ماند اما به چه قیمتی ببینید میر حسین موسوی وقتی حافظ اسد مردمش رو بمباران میکرد با وی دیدار و از او حمایت کرد خاتمی با سوریه پیمان امنیتی بست که پایی اتفاقات بعدیه در دولت روحانی به نام سوریه پایگاه نظامی به روزها دادن معصوم ابتکار در الجزیره برای اسد خشتک درید و بقیه ماجرا رو هم که میدونید حالا به من بگید کیه که تو این رژیم نوکر آلی جناب پوتین نیست؟ عدم موافقت آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیهی در محکومیت نقض کنوانسیون های ویان و حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق نشانه ای از چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای مرتکب شدن این جرم هست سفسته رژیم در رسانه میلی جنجالی شده خامنه ای گفته که بمب اتم حرامه میتونه هم بگه حرام نیست و ساختش که کاری نداره سوال اینجاست چه اتفاقی افتاده و چی شده یهویی اینا همه چی رو عوض کردن خامنه ای به دنبال عامل بازدارندگی سقوطه عامل بازدارنده سقوط فقط ما مردم هستیم بمب اتم خودش میتونه عامل سقوط باشه مخصوصا که هدفت کل چرخه ساخت بم باشه چند روزی دوستان که خورده پاهای نظام دارن این رو نشقار میکنن تا به دهان مردم عادی و ارزشی ها بیفته یعنی تبدیل به خواست جامعه بشه و رهبر مکرمه هم که فقط حرف مردم براش مهمه سریعا فتفا بده اینگونه مردم رو شریک خودشون میکنن خامنه ای اما در تله وعده انتقام سخت افتاده آقا میری استاد فیزیک هسته ای ایران میگه اگر فردا رهبر معظم انقلاب آقای خامنه ای نظر خودش رو در مورد دستیابی به سلاح هسته ای تغییر دهد ما تمام فناوری لازم برای تحقق آن را داریم بله همین داستان منو یاد داستان فتوای حرام بودن قند و داستان زدن قند در چای میندازه شما رو چطور و بار دیگر تاکید میکنم آمریکا به خاطر این رفتارش و حمایت از اقدام تروریستی رژیم اسرائیل باید پاسخگو باشد. افراد مسلح ناشناس به یک مقر سپاه پاسداران در نزدیکی شهر المیادین سوریه حمله کردند و هشت نفر از نیروهای سپاه را با چاقو روانه بهش کردند. البته که سربریدن خوب نیست ولی اینا جز به همون گروهی بودن که به هموطنامون میگفتن لازم باشه سر زن و بچه خودمون رو هم میباریم میدونید دنیا این شکلیه حالا جالبه که پاستار تنگسیری میگه سوخت دادن به اسرائیل رو متوقف کنید تنها راه مبارزه با اسرائیل تشکیل نیروی اسلامی و اتحاد ارتش های اسلامی است که در همین رابطه این خبر منتشر شده اولین اهداف حمله ایران به اسرائیل از بین بردن این سرادار اصلی مستقر در سه کشور توسط فرماندهی مرکزی آمریکا خواهد بود قبل از حمله موفقیتامیز به اسرائیل ایران باید این سه مرکز فرماندهی کلیدی را با های موفق صد هدف قرار بده شما فکر میکنید آیا میتونه در ضمن دوستان هر جا که من ایران گفتم و جمهوری اسلامی نگفتم بدونید عین خبر رو گفتم اینو میگم برای شما عزیزان نکته بین که منتظرید از من ایراد بگیرید خلاصه اینکه در این خبرها نوشتن در لحظه حمله سپاه به اسرائیل آتش و گوگرد آخر و زمانی بر سر تهران خواهد ریخت ایران 25 روز آینده رو نخواهد دید ببینید دوستان سیاست کنترل اجدای زرد همواره دادن افسارش به روسیه بوده این بار هم پوتین نقشش تعیین کننده است آیا با بستن هرمز نفتکشی از دریای سرخ به سوی چین و تنگه سوندا در حرکت باشه یا خیر پوتین آماده است برای رسیدن به خواسته هاش رژیم جمهوری اسلامی رو فدا کنه تنش در تنگه ها به قیمت اقتصاد چین حمایت آمریکا از ادامه جنگ اوکراین برای فشار بر اروپا جهت همراهی در پلن سقوط چین بود براندازی رژیم هم بخشی از این طرحه البته با همراهی فرانسه و آلمان فشار نفتی بر چین اوج میگیره و در مقابل رشد هند به کمک نفت پوتین رو شاهد هستیم ارباب تنگه ها قصد جایگزینی چین با هند رو داره نبرد روسیه در اوکراین با چراغ سبز آمریکا برای فشار بر اروپا بود برای رسیدن به هر دو هدف ایران در موقعیت طلایی قرار داره خصوصا برای رشد هند و خواسته دیپ یهود شراکت راهبردی با ایران بعد از جمهوری اسلامی ببینید اگر سود روسیه در نظر گرفته بشه همه چیز در لحظه حل میشه و اینکه در این توییت موساد یک افشاگری جالب داره در مورد چند روز اخیر که درباره محبت گوترش دبیر کل سازمان ملل به رهبران تروریست فلسطینی آژانس یهودی ستیزی فرانسه عکسی از او در سی سالگی در همراهی یاسر عرفات رهبران آن زمان تروریست ها رو فاش کرد و ابو جهاد در اوایل دهه 80 حالا بهتر متوجه میشیم که جریان از چه قراره تازه همه چیز داره جدی تر میشه دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس فلوریداست و با ترام جلسه داشته اینطور که مشخص شده ملاقات دیوید کامرون با ترام برای اینه که ترام به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره اجازه بده که لایحه فرستادن پول به اوکراین رو برای رأیگیری به اجرا بذاره. طبق این مقاله ترامپ جلوی مایک جانسون رو برای تصویب فرستادن پول به اوکراین گرفته بود و نکته طلایی اینجاست که ملاقات دیوید کمرون با ترام در مارولوگا بدون ارتباط با ملاقات اوباما با نخست وزیر انگلیس در هفته های گذشته نمیتونه باشه دوستان در جلسه دیروز کمرون با ترام در مورد کمک به اوکراین انتخابات در انگلیس آمریکا حمایت کشورها از ناتو کمک مالی به اوکراین و همینطور ملکه الیزابت دو گفت و بعد هم دیوید کمرون به وزارت خارجه بایدن رفت و با بلینکن در مورد کمک مالی 60 میلیارد دلاری به اوکراین صحبت کرد. جان کلام این که فراموش نکنید هیلاری کلینتون در اوج پیشتازی در انتخابات کنار گذاشته شد. قرار بر بودن هیلاری نبود. پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.